واضح هست که اگر قصد ایران ایجاد هرج و مرج و آسیب زیاد به اسرائیل بود، موفق نشدند. اگر قصدشان فرستادن گروهی از پهپادهای نیمه راه بود، پس در این کار توفیق داشتند. ایران موفق نشد و اسرائیل خسارت چندانی ندید. اما ایران از یک خط قرمز عبور کرد و اسرائیلی ها در حال برنامه ریزی برای تلافی آن هستند. نمیدانم چه زمانی شاهد آن خواهیم بود. نمیدانم چه نوع طرح تهاجمی در نظر دارند. نمیدانم ما به عنوان آمریکا چه حمایتی از آنها خواهیم کرد. اما میخواهم این را واضح کنم که ایران از یک خط قرمز گذشته و باعث بی‌ثباتی بیشتر در منطقه شده است. ادعای آنها که فرماندهان نظامیشان در یک کنسولگری کشته شده قابل قبول نیست. کارکنان کنسولگری کشته نشدند، فقط نظامیان بودند. پس آنها درباره هدف استفاده از آن ساختمان دروغ میگویند، چون یک کنسولگری واقعی نبود. من دلایل اسرائیل برای این اقدام را درک میکنم، اما فکر میکنم ایران واقعا باید کوتاه بیاید. آنها باید از بی‌ثبات کردن جهان دست بردارند. من واقعا به مردم ایران توصیه میکنم که فشار خود بر دولت را ادامه دهند. ما سال گذشته شاهد اعتراضاتی بودیم. فکر میکنم زمان آن رسیده که مردم ایران به خیابانها بیایند و پیامی برای دولتشان بفرستند و آنها را از قدرت کنار بگذارند، زیرا این تنها راه است.